رحیم، بعد دومین جلسه ریاضیات عالی که از قسمت میتریکس ها در برنامه کنکور در خانه خوش آمدید. دقت کنین، روز گذشته ما تا موضوع میتریکس های مربعی را تشریح کردیم و در قسمت اخیر گفتیم در میتریکس های مربعی میتونین شما قطر را تعریف کنین. قطرهای میتریکس ها گفتیم اگر یک میتریکس برابر باشه این در این دارای این تا سطر و دارای این تا ستون باشه، این نوع میتریکس به نام میتریکس های مربعی یاد کرده. پس بنابراین A1 1 A1 2 و نقطه نقطه A1 این بعد میشد A2 1 A2 2 نقطه نقطه آخرینش میشد A2 این. حالا میه تعداد سطر هم این تاست، پس میشه A N 1 و دومش A N 2 نقطه نقطه آخرین عنصرش میشه N در N. حالا متریکس مربعی رو گفتیم، به متریکس گفته میشه که دارای عین تعداد ستون و عین تعداد سطر باشه. پس دقت کنین، ما گفتیم میل ها در هندسه شما یاد دارین، میگن میل مثبت است که اگر ای بود محور مختصات کمیت قایم. دقت کنین، میل مثبته که زاویهش بزرگتر از صفر و کوچکتر از 90 درجه باشه. پس بنابراین تمام خطهایی که به یه شکل قرار می گرفت ای بود زاویه تیتا، پس تیتایت بزرگ می شد از صفر و کوچک می شد از 90 درجه. خود صفر درجه و 90 درجه جز زوایای سرحدی است، پس در خود صفر و 90 ما میل مطالعه نمی کنیم، فقط میگیم بزرگ از صفر زمانی کوچک از 90 بود، میل یا نشپ از این همیشه چی است؟ مثبت. اما زمانی که میآید به این شکل ارائه میشه یک زاویه، حالا این زاویه میشه تیتا 2، زمانی که میبینین از 90 درجه عبور کرده پس میل از این هست منفی. میل چی میشه؟ منفی. پس میگیم اگر تیتا بزرگ از 90 و کوچکتر از 180 باشه این نوع میل ها میلش چی است؟ منفی. پس دقت کنید رو ما چه قسم میتونیم در میتریکس مربعی تطبیق کنیم. میگیم هرگاه میل خطی که در این ما ترسیم کنیم مثبت باشه او قطر میشه قطر فرعی. هر میل را که ما ترسیم میکنیم و عناصر روی از او قرار میگیره و میلش منفی باشه او میشه عناصر قطر اصلی. دقت کنیم زمانی که ایره ما ترسیم میکنیم، دقت، حالا مشابه با این خط است، پس زاویهش بزرگتر از 90 کوچکتر از 180 است. پس زمانی که میل از این خط مثبت هست پس تمام میل از این منفی هست، تمام عناصری که روی از این خط قرار داره عناصر قطر اصلی میشه. پس بنابراین این میشه قطر اصلی متریکس. دقت کن، حالا زمانی که به این شکل ارائه میکنیم حالا این خط مطابقت میکنه با این خط، پس تیتایش بزرگ از صفر است و کوچک است 90، پس بنابراین میل است مثبت، ولی قطر میشه قطر فرعی. قطر فرعی، دقت کن، قطر چی شد؟ فرعی. پس عناصر قطر اصلی، عناصر قطر اصلی کدام ساختمان درست؟ دقت کن، عناصر قطر اصلی در مجموع عناصر شکل A11، A12، بعد A22، بعد A33، عددی بعدیش میشه A44، نقطه نقطه آخرینش میشه ANN. دقت کن، به این شکل تمام عناصر قطر اصلی به این شکل است: A11، A21، A2، A33، A44، ANN آخرین عناصرتون است. دقت کن بچه، حالا ما سوال کنکور چه قسم داریم؟ گفته اگر یک متریکس A برابر باشه با 2 3 1 3 4 5 6 و دیگهش باشه منفی 1 منفی 4 و منفی 5. دقت کنین، حالا آمده میتونه از شما گزینه های مانند چی بخواه؟ بگه عناصر قطر اصلی از این متریکس هم مشخص کنین. پس عناصر قطر اصلی رو همیشه مد نظر بگیرین که جرعه های A11، A22، A33، A44 و آخرینش است ANN. پس بنابراین این عنصرتان است A11، این عنصرتان است A22، این عنصرتان است A33. پس میگن عناصر قطر اصلی برابر است با 2 هست، عدد بعدیش 5 است و عدد بعدی دیگه هم چند است؟ منفی 5. یا میتونه از شما بگه مجموع عناصر قطر اصلی متریکس دریافت کنین. مجموع عناصرش بازو زمان حاصل جمعش میشه 2 جمع 5 جمع منفی 5. حالا دقت کن، نیارد مختلف العلامه است میشه 0 تا، پس برابر میشه با چند؟ 2. پس مجموع عناصر قطر اصلی تان برابر شد با 2. دقت کن، میتونه از شما عین می جوابا رو در عناصر قطر فرعی بخواه. اول بگه عناصر قطر فرعی رو بگن، قطر فرعی رو دقت کن، عناصر قطر فرعی برابر میشه، حالا تمام عناصری که به این شکل ارائه میشه،
حالا کدام کدام است؟ میشه منفی یک، بعدی عناصرتان میشه پنج و عناصر بعدی تان میشه چند؟ یک. پس عناصر قطر فرعیتان هست منفی یک، پنج، یک. اگر یک زمان ایرم میتونه بگم مجموع عناصر قطر فرعی رو شما دریافت کنین، در اون صورت باز هم با هم دیگر جمع میکنین، میشه منفی یک جمع پنج جمع یک. حالا یک و منفی یک میشه صفر، تا صفر جمع پنج میشه چند؟ پنج. پس مجموع عناصر قطر فرعیتان شد چند؟ پنج شد. و مجموع عناصر قطر اصلی از چقدر شد؟ دو شد. این بود از موضوع قطر اصلی و قطر فرعی. خب بعد نوعیت متریکس بعدی تان به نام متریکس مربعی خلاصت به نام متریکس قطری. متریکس قطری چه قسم متریکس؟ متریکس قطری، متریکس قطری به متریکس گفته میشه که تمام عناصر متریکس صفر باشه به جز عناصر قطر اصلی. پس اول قطر در متریکس های مربعی هست. وقتی در متریکس های مربعی هست، پس بنابراین ما دیگر متریکس ها را نمیتونیم دیگه شامل کنیم، مانند متریکس 2 در 3 یا 3 در 4 اینا متریکس ها شامل نمیشه، تنها متریکس های مربعی. پس هر متریکس مربعی که به جز عناصر قطر اصلی دیگه تمام عناصرش صفر باشه به اینا متریکس میگن متریکس قطری. دقت کن به چه شکل نوعه. ای اگر مساوی باشه با 2 4 و 5 و 6، حالا چه زمان این متریکس یک متریکس مربعی هست، چه زمان میتونه یک متریکس چی باشه؟ قطری باشه. پس زمان متریکس قطری شده میتونه که اگر اینی هم عناصر غیر قطر اصلی است، یه عناصر هم عناصر غیر قطر اصلی است، زمان شده میتونه که اینا برابر با چند باشه؟ صفر. پس میشه 2 0 0 و چند؟ 6. حالا تبدیل شد به یک متریکس قطری. پس بنابراین یک متریکس قطری رو به صورت عموم شما ارائه کرده میتونین A1 1 0 نقطه نقطه تا به چند؟ 0. حالا 0 A2 2 نقطه نقطه 0. حالا میشه سومش میشه A3 3 دیگه تمامش 0. حالا تمام 0، عناصر 0، آخرین عنصرش ANN که هست باز هم چی است؟ خلاف 0 است. پس میگم این متریکس از زمان ما یک متریکس قطری گفته میتونیم که اگر A1 1 خلاف A1 1 و A2 2 A3 3 نقطه نقطه تا ANN تمام اینا خلاف صفر باشه. ولی یک چیز مد نظر بگیرین، ممکن است یک تا عنصرش در بینش صفر باشه، اما باز هم یک متریکس قطری هست، این تمام عناصرش صفر نباشه. یک متریکس 3 در 3 قطری را اگر ما ارائه کنیم به این شکل، حالا میشه 2 0 0 بعد 3 0، حالا میشه 0 0 0. حالا دقت کن دیگه دو تا عنصرش خلاف صفر است، اما یک تا عنصرش چی است؟ صفر. ولی باز هم یک متریکس، متریکس چی است؟ متریکس قطری. پس اگر یک زمانی از شما بگه عناصر قطر شده بگین، پس میگن عناصر قطر، قطر اصلی، عناصر قطر اصلی برابر میشه با عددهایی که اونجا هست. حالا این برابر است با 2 3 و چند؟ 0. اما اگر گفت عناصر قطر فرعی، قطر فرعی برای همیش برابر با چند است؟ عناصر 0 0 است، میشه 0 0 0 و 0. چون عناصر در سه تکرار نوشته نمیشه، پس برابر با چند است؟ 0 است. این نوع متریکس ها را به نام متریکس های قطری یاد میکنند. نوعیت متریکس بعدی تان هست به نام متریکس اسکالری. دقت کن به نام متریکس اسکالری. متریکس اسکالری چه قسم متریکس است؟ متریکس اسکالری به متریکس گفته میشه، به متریکس گفته میشه که عناصر قطر اصلیش اول یک متریکس قطری باشه، یعنی تمام عناصرش به جز قطر اصلی صفر باشه. این شماره یک. شماره دویه که تمام عناصرش با هم مساوی باشه، یعنی کل عناصرش یک عدد باشه. کدام عناصر؟ عناصر خلاف صفر. عناصر خلاف صفر عناصر قطر اصلی هست. پس یک متریکس اگر به شکل A مساوی با A1 1 0 نقطه نقطه دیگه صفر باشه، 0 A دیگه 2 2 در تمام عناصر صفر باشه نقطه نقطه، بعدیش هم میشه ANN. حالا دقت کن، این شد یک متریکس اول متریکس قطری شد، طوره که A1 1 A2 2 A
این این خلاف صفر باشه. اما چه زمان متریکس اسکالر شده میتونه؟ زمانی شده میتونه که A1 برابر باشه A2 برابر باشه با A3 نقطه نقطه برابر باشه با AN و کلش برابر با یک عددی مانند K باشه. در این صورت باز به نام متریکس اسکالری یاد میشه. مثال هایشه، حالا اگر A برابر باشه با 3 0 0 و چند 3، حالا میبینین دیگه عناصرش چی است؟ 0 است به جز عناصر قطر اصلی. عناصر قطر اصلی اول خلاف صفر است، دوم عدد چند است؟ 3 است. یا متریکس دیگر ارائه کرده میتونیم به این شکل که 2 باشه 0 0 0 2 0 0 0 چند باشد؟ 2. حالا باز هم یک متریکس مربع 3 در 3 است و متریکس قطری هم هست. متریکس قطری است ولی عناصر تمام قطر اصلیش عناصرش با هم چی است؟ مساوی. زمانی که عناصر با هم مساوی بود باز به نام متریکس اسکالری یاد میشه، به نام متریکس اسکالری. بعد یک متریکس دیگه خیلی هم مهم هست، به نام متریکس واحد یاد میشه، به نام متریکس واحد. دقت کنید متریکس واحد چه قسم متریکس است. به متریکس گفته میشه، به متریکس گفته میشه که ابتدا اسکالری باشه، ابتدا اسکالری باشه و تمام عناصر قطر اصلیش برابر با عدد 1 باشه، برابر با عدد 1. دقت کنین. حالا اگر یک متریکس به شکل باشه عدد A و 0 0 عدد A، چه زمانی اینی یک اول یه متریکس متریکس قطری است بعد اسکالر است. حالا از اسکالر زمانی که ما میگیم متریکس واحد باشه، پس اول عناصرش با هم مساوی باشه، گزینه بعدی عناصر که با هم مساوی هست برابر با چند باشه؟ 1. پس بنابراین حالا اگر تبدیل کنیم میشه 1 0 0 1. پس اینی نو متریکس به نام متریکس واحد یاد میکنه. متریکس واحد به متریکس گفته میشه که تمام عناصرش صفر باشه به جز عناصر قطر اصلی و عناصر قطر اصلیش با هم مساوی و مساوی به عدد 1 باشه. حالا اگر ما یک متریکس n در n یک تایر نوشته میکنیم به کدام شکل؟ میشه 1 0 0 نقطه 0. حالا میشه 0 عددی بعدیش میشه 1 0 0 نقطه. حالا 0 بعد عددش 0 و عدد سومش میشه 1 نقطه نقطه 0. تمام عناصر میشه 0، آخرین عدد بازم چند میشه؟ 1. حالا دقت کن، اگر این بشه متریکس دارای این سطر و این ستون باشه، پس به شکل 1 1 1 عناصر قطر اصلیش است، دیگه عناصرش در مجموع چی است؟ 0 است. این نوع متریکس ها را به نام متریکس های واحد یاد میکنه. دیگه بعد نوعیت متریکس بعدی چی است؟ متریکس به نام متریکس های مثلثی یاد میشه. این نوع متریکس ها چه قسم متریکس هاست؟ اون متریکس هایی هست که عناصر پایین قطر یا بالای قطر اصلی چی باشه؟ صفرها باشه. دقت کنین، متریکس مثلثی به متریکس گفته میشه که عناصر بالای قطرها یا پایین قطر اصلی صفرها باشه. حالا دو حالت، اگر یک متریکس A برابر باشه با A1 1 A2 1 A1 2 و A1 3، عنصر بعدیش میشه A2 1 A2 2 A2 3، عنصر بعدیش میشه A3 1 A3 2 و A3 3. چه زمان این متریکس ما متریکس مثلثی گفته میتونیم؟ متریکس های مثلثی متریکس های بالایی و پایانی دارن، یعنی بالای قطر اصلی صفر است یا پایین قطر اصلی. اگر ما بگیم A1، اگر A1 بگیم متریکس بالایی مثلثی، دقت کن، حالا ای از قطر اصلی تان بالایش عنصر A12 A13 و A23 هست، پس اینی عناصر اگر صفر باشه، حالا کدام شکل میگیره؟ A11 0 0 بعد A21 A22 و چی میشه 0. حالا میشه A31 A32 و A33. حالا دقت کنید، این شد عناصر قطر اصلیتان ولی بالایش عناصر صفر هاست. دیگه عناصر ها چقدر بالای قطر بود میشه باید صفر باشه. حالا اینا که صفر هست، پس این مثلث به نام مثلث متریکس مثلثی بالایی یاد میکنه، به نام متریکس مثلثی بالایی. اما اگر زمانی میگم A2 برابر باشه، حالا عناصر پایین قطر کدام است؟ این سه تا عنصر پایین قطر است. پس اگر به این شکل باشه A1 1 A2 1 A1 3 و A میشه A2 1 A2 2 و A2 3، عنصر بعدی میشه 3 1
سه دو و میشه سه سه. حالا دقت کنین، میشه این قطر اصلی، پس این سه تا عنصر باقی میمونه. حالا اگر به جای از این سه تا عنصر ما صفرها داشته باشیم، یه هم عدد صفر باشه، یه صفر باشه، این هم برابر با چند باشه؟ صفر. پس این نو متریکس به نام متریکس مثلثی پایانی یاد میکنه، به نام متریکس مثلثی پایانی. یعنی عناصر پایانی قطر در مجموع چی است؟ صفر هاست. در مجموع صفر هاست. از این قسمت که بگذاریم، بعد میریم روی عملیه ها. ما میتونیم دو تا متریکس با همدیگر جمع کنیم، میتونیم دو تا متریکس از همدیگر کم کنیم، اما کدام نو؟ دقت کن، زمان شما جمع را در عدد تعریف کردین، گفتین جمع در لغت یک جا کردن و در اصطلاح جمع نمودن اشیای همجنس. حالا اشیای همجنس او زمان شما عددها را میتونستین با همدیگر جمع کنین. پس این جمع چون عددها هست، عناصر متریکس است عددها، پس شما میتون عددها را با همدیگر جمع کنین. اما هر جمع از خود یک معیار داره. فرض کن شما در الجبر میتونستین واحدات مشابه رو با همدیگر جمع کنین، پس در متریکس شما چه قسم عناصر جمع میتونین؟ اول میگم متریکس هایتون، دقت کن، زمانی دوتا متریکس A و متریکس B را زمان شما جمع کرده میتونین که اول هم مرتبه باشه یا هم درجه باشه. شماره یک میگه هم درجه باشه، باید هم درجه باشد. شما اول متریکس A و B را زمانی جمع میتونین هم درجه باشه. شماره دو چی میگه؟ عناصر با هم مساوی، یعنی عناصری که با هم متناظر است میتونه با هم دیگر چی شود؟ جمع شوه. دقت کن، اگر متریکس A را ما به این شکل ارائه کنم، A1 2 و میشه A2 1 و A2 2. دقت کن، حالا این یک متریکس، متریکس B را به کدام شکل ارائه میتونم؟ متریکس B را اگر به شکل B1 1 B1 2 و B2 1 و B2 2 ارائه کنیم. حالا هر دو متریکس اول شماره یک را صدق میکنه یا نه؟ میگه باید هر دو با هم دیگر چی باشه؟ هم درجه. حالا میبینین هر دو با هم چی است؟ هم درجه. وقتی که هم درجه هست، پس بنابراین عناصر هم مرتبه با هم جمع میشه. دقت کن، این عنصر چند است؟ یک یک. پس یک چند است؟ B1 1. پس میشه A1 1 با B1 1 جمع شوه. این عنصر کدام است؟ A1 2. پس این عنصر کدام است؟ A1 2. B1 2. پس بنابراین این هر دو عنصر با هم دیگر میتونه جمع شه. پس از این میتونیم نوشته کنیم متریکس A جمع متریکس B برابر است با متریکس A تان است A1 1 A1 2 A2 1 A2 2. جمع در متریکس B تان میشه B1 1 B1 2 و B2 1 و B2 2. حالا دقت کن چه قسم جمع میشه. حالا این هر دو هم مرتبه هست، بعد ای هر دو هم مرتبه هست، ای هر دو هم مرتبه است و اینو هر دو با هم چی است؟ هم مرتبه. پس بنابراین جمع کنین، این میشه A1 1 جمع در B1 1. حالا این عنصر چند میشه؟ A2 1. ببینید پوینتر نشته کنین، میشه A1 1 جمع در B1 1. عنصر ای با او جمع شد میشه A1 2 جمع B1 2. بعد عنصر بعدیش میشه A2 1 جمع در عنصر از این چند است؟ A2 1. عنصر از این میشه A2 2 جمع عنصر بعدیش میشه عنصر 2 2 B2 2. حالا دقت کنین، زمانی که شما دو تا متریکس جمع میکنین، پس زمان تفریق برعکس جمع هست. پس زمان دو تا متریکس با هم دیگر تفریق میشه که اول هم درجه باشه، دوم از عنصر هم مرتبه، هم مرتبه چی میشه؟ کم میشه. دقت کنین، حالا چند تا مثالش کار میکنیم. حال اگر یک متریکس شما متریکس A را داشته باشین، 1 2 3 4 و 5 -6. حالا متریکس B را برابر با داشته باشین با -1 -2 -6 -4 و 3 و -10 داشته باشید. -10. حالا دقت کن، این متریکس A تان هست، متریکس 3 در 2، دارای 3 تا سطر است و 2 تا ستون، پس میشه 3 در 2. حالا این متریکس دقت کنین، 1 تا سطر، 2 تا سطر، 3، پس 3 در 2. پس بنابراین اول شماره 1 میبینین هم درجه هست، هر دو زمانی که هم درجه بود، پس میتونه شما اینا رو جمع کنین. پس میگم متریکس A جمع متریکس B برابر است با عنصرش 1 2 3 4 و 5 -6. متریکس B تان عناصرش کدام است؟
منفی یک، منفی دو، منفی شش، منفی چهار، حالا میشه سه و منفی ده. حالا با هم دیگر جمع میکنیم، دقت کنیم، زمانی که با هم دیگر جمع میکنیم، یک جمع منفی یک میشه صفر، دو جمع منفی دو میشه چند؟ صفر. حالا اول یاردو رو با هم جمع کردیم، بعد اینا رو با هم جمع کردیم، حالا میشه سه جمع منفی شش میشه منفی سه، حالا چهار جمع منفی چهار میشه صفر، حالا پنج جمع سه میشه هشت و منفی شش جمع منفی ده میشه منفی شانزده. پس حاصل جمع متریکس A جمع B، متریکس باز هم چند است؟ سه در دو، اما عناصرش رو صفر 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 و منفی سه و هشت و منفی شانزده. پس به همین ترتیب شما میتونید تفریق کنید، دقت کن، میشه بگیم متریکس A منفی متریکس B. حالا فقط یک علامه منفی به علامه متریکس بعدی گوی ضرب میشه، یک دو و سه چهار پنج و شش. حالا برابر منفی، دقت کن، متریکس بعدی تان چند است؟ منفی یک، منفی دو، منفی شش، منفی چهار و سه و منفی ده. حالا برابر هست با، خب حالا میشه یک خودش منفی ضرب منفی میشه مثبت، یک جمع یک میشه دو. بعد حالا باز منفی رو ضرب میکنی، منفی ضرب منفی میشه مثبت، میشه دو جمع دو چهار. عنصر بعدیش منفی ضرب منفی میشه مثبت، 6 جمع 3 میشه 9. عنصر بعدیش حالا منفی ضرب منفی میشه مثبت، 4 جمع 4 تا میشه 8 تا، دقت کن. بعدش میشه حالا منفی رو ضرب کن میشه منفی 3، از 5 که منفی 3 کم شه میمونه 2. حالا ای از منفی 6، منفی ضرب منفی میشه مثبت، 10 جمع منفی 6 میشه مثبت 4. پس این شد حاصل تفریق تو تا متریکس. دقت کنین، جمع متریکس ها خاصیت هایشی، حالا کدام خاصیت ها رو میتونه صدق کنه؟ خب حالا میخوانیم موضوع جمع، خاصیت های جمع. دقت کنین، جمع متریکس ها، اول اگر متریکس A ممکن باشه با متریکس B جمع شوه، پس میتونه خاصیت تبدیلی رو داشته باشه. به کدام شکل؟ A جمع B برابر هست با B جمع 1. چرا؟ تمام عناصر متریکس تان هست اعداد حقیقی، زمانی اعداد حقیقی باشه، در خود اعداد حقیقی خاصیت تبدیلی جمع وجود داشت، پس زمانی که جمع وجود داشت، پس میتونین حالا در متریکس هم عناصر برعکس میتونین جاهایش تبدیل کنین، ولی در حاصلش تغییر نمیاد. یک حالتش. حالت دوم، شما میتونین متریکس A جمع B باشه، حاصل زیر با C جمع کنین، خاصیت اتحادی میاد میشه، پس میتونین A را جمع B جمع چند کنین؟ C کنین. حالا باز هم متریکس A مساویس با متریکس B جمع متریکس C، شما سه تا متریکس دارین، اول هم درجه باشه، اینو بتونه با هم دیگر جمع شه، شما میتونین هر دو دانه متریکس اختیاری رو با هم جمع کنین، حاصلش را با متریکس سومی جمع کنین، ولی در حاصل کدام تغییری وارد نمیشه. چرا؟ دقت کن، اگر ما متریکس A را یک متریکس یکتایی داشته باشیم، حالا متریکس یکتایی میشد متریکس یک در یک، حالا باشه سه، بعد متریکس B را هم یک متریکس یکتایی داشته باشیم برابر باشه با چند؟ 8. حالا متریکس C را هم یک متریکس یکتایی داشته باشیم برابر با چند باشه؟ 10. حالا دقت کن، زمانی که میخواین اینا رو جمع کنین، خاصیت اتحادی رو چی شکل صدق میکنه؟ میگم متریکس A جمع متریکس B باز جمع شد با متریکس C، حالا برابر است با متریکس A تان چند است؟ 3. جمع متریکس B تان چند است؟ 8. حاصلش با متریکس C، متریکس C چند است؟ 10. پس برابر میشه با 3 جمع 8 میشه 11 تا، 11 جمع 10 میشه 21 تا. حالا بعدیش میگیریم، حالا میگم متریکس A جمع B جمع چند؟ C. حالا متریکس B رو یک بار با متریکس C جمع میکنیم، دقت کن، حالا متریکس A تان است متریکس چند است قیمتش؟ 3. متریکس B است 8 و متریکس C تان هست چند؟ 10. حالا 10 جمع 8 میشه چند؟ 18 تا. 18 جمع از چند میشه؟ 21. پس باز هم دیدین دو طرف مساوات با هم چی است؟ مساوی. زمانی که سمت مساوی باشه، پس این سمت با هم دیگر چی است؟ مساوی. زمانی که مساوی است، پس میگیم در متریکس ها زمانی که اول جمع شده میتونه، زمانی که جمع شد پس حتما خاصیت چی داره؟ اتحادی داره، خاصیت اتحادی. شماره 3 دقت کنین، عنصر عینیت میخونیم. عنصر عینیت یعنی چی؟ دقت کنین بچه ها، اگر شما یک ا دارین، ا میشه ممکن متریکس باشه، عدد باشه، تحت یک علامه، یک عملیه ستاره،
این ستاره میتونه عملیه جمع باشه، میتونه ضرب باشه، میتونه تفریق، میتونه چی تقسیم، با عدد ای یک جای شود و ای تحت امی ستاره با ای. پس اگر عدد ای شد، اینی نو ای را به نام واحد عنصر یا عنصر عینیت یک متریکس یاد میکنه. پس دقت کنین بچا، در عنصر در متریکس ها عنصر عینیت چیه؟ دقت کن، در عمل جمع اعداد بود صفر، پس بنابراین ما میتونیم امی ای را یک متریکس صفری ارائه کنیم. هر متریکس، حالا اگر متریکس ای تان باشه به شکل A1 1 A2 1 بعد A2 1 و A2 2، دقت کن، حالا اگر ما یک متریکس صفری دوی در دو داشته باشیم کدام است؟ میشه 0 0 0 0. حالا دقت کن، میایم اینو تطبیق میکنیم، خاصیت تبدیل صفر میکنه یا خیر؟ دقت کن، حالا میشه A جمع متریکس صفری دوی در دو برابر میشه با متریکس A تان چند است؟ A1 1 A2 1 A2 1 A1 2 بعد A2 2. جمع در مقدار بعدیش چی است؟ 0 0 0 و 0. حالا اینا رو دور با هم دیگر جمع میکنیم، پس خودش میشه، چرا 0 جمع هر عدد 0، پس برابر هست با A1 1 A1 2 A2 1 و A2 2. این شد یک طرفش. حالا بعدیش میایم چیکار میکنیم؟ میگیم 0 و 0 0 و 0. حالا دقت کن، به جای عملی ستاره حالا عملی چی آمده؟ جمع. جمع در کدام عناصر؟ A1 1 A2 1 A1 2 و A2 1 و A2 2. برابر میشه با، حالا اینا رو جمع کنین، باز هم صفر جمع ازی میشه خودش، پس A1 1 A1 2 A2 1 و A2 2. این برابر شد با این مقدار. پس زمانی که در هر دو صورت پس متریکس A شد، پس بنابراین 0 و 0 و 0 و 0 به نام عنصر عینیت یاد میکنه. خب دقت کنین بچه ها، هر متریکس A که داشته باشین، هر متریکس A که داشته باشین مطابق با اون متریکس عین مرتبه، اگه متریکس صفری داشتین اونم رو به نام عنصر عینیتش یاد میکنه. حالا آخرین گپ، اگر ما داشته باشیم A برابر باشه با 1 3 5 1 3 4، یک متریکس چند است؟ 3 در 1، این دارای 3 تا سطر است، 1 تا ستون. حالا واحد عنصر ازی چی میشه؟ صفرش برابر میشه با 3 در 1، برابر میشه با 0 0 0. حالا میشه 3 در 1، پس این است واحد عنصر ازی متریکس. خب بینندگان گرامی، تشکر از توجهتان. شما میتونید درس های کانکور در خانه را در فیسبوک و همچنان که در فیسبوک پیج است به نام کانکور در خانه و در یوتیوب کانکور در خانه سرچ کنین و دوباره ببینین.